دوستای خوبم سلام به کلاس درس خوش اومدین جلسه قبل با هم با انرژی پتانسیل الکتریکی آشنا شدیم امروز میخوایم هم اون مفهوم رو با هم مرور بکنیم و هم با یک مفهوم مفید و جدید آشنا بشیم اما قبل از اون من داخل پرانتز اینجا علامت پرانتز رو میذارم این یعنی جزء بخش اصلی درس ما نیست میخوام یه نکته ای رو بگم فرض کنید یک جرمی داریم بالای زمین و با ارتفاع این جرم از زمین هست H در این صورت داره یک نیروی برابر با ام به سمت پایین به این جرم وارد میشه درسته خب در نتیجه اگر من این جرم رو که ام هست رها بکنم این جرم به طرف پایین حرکت میکنه چجوری میتونم اینو ثابت نگه دارم در این جایی که هست باید یک نیروی دقیقا برابر با ام به سمت بالا بهش وارد بکنم مثلا با یه نخ نگرش دارم حالا سوالی که من میخوام ازتون بپرسم اینه که اگر من بخوام این جرم با سرعت ثابت به سمت بالا حرکت بکنه یا با سرعت ثابت به سمت پایین حرکت بکنه چه نیروی باید بهش وارد بکنم؟ خب قانون اول نیوتون رو یادتون بیاد که میگفت اگر برایند نیروهای وارد بر جسمی صفر باشه اون جسم به حرکتش با سرعت ثابت یا اگه ساکن ساکن ادامه میده بنابراین من برای اینکه این جرم با سرعت ثابت به هر جهتی حرکت بکنه باید دقیقا افی برابر با امجه بهش وارد بکنم و کافیه که اول داستان یک مقداری الان اونو به هر جهتی حرکت بدم مثلا یک مقداری کوچولو رو بدم بالا با یه نیروی کوچیکی در یک زمان خیلی کوتاهی که این یه سرعت اولیه‌ای بگیره و دیگه بهش دست نزنم این با همون سرعت اولیه ثابت به سمت بالا حرکت میکنه و اگه همین نیروی کوچیک رو به سمت چپ بدم به سمت چپ حرکت میکنه اگه راست بدم به سمت راست حرکت میکنه اگه پایینم بدم به سمت پایین بنابراین برای سرعت ثابت در هر جهتی فرقی نداره ما نیرویی که باید به این جرم بدیم همین امجه هست همینطور در مورد بارهای الکتریکی حالا بیایید مرور کنیم اون چیزی که جلسه قبل گفتیم من گفتم که فرض کنید ما یک میدان الکتریکی یک نواختی داریم این شکلی که جهتش مثلا از سمت چپ صفحه به سمت راست صفحه است و فرض کنیم که اندازه میدان الکتریکی 5 نیوتن بر کولن باشه سوالی که من از شما پرسیدم این بود که اگر ما یک بار الکتریکی مثلا دو کولنی رو بخوایم از نقطه یک ببریم به نقطه دو و فاصله این دو نقطه از هم باشه یک متر برای این جابجایی جایی ما چقدر باید کار انجام بدیم و دیدیم با هم که طبق این چیزی که من الان سمت چپ بهتون داخل پرانتز گفتم خب اول از همه ما میدونیم که اگر این بار رو من رها بکنم در این میدان یک نیروی الکتریکی به سمت راست بهش وارد میشه چون بار مثبت در جهت میدان بهش نیرو وارد میشه بنابراین برای اینکه من این بار رو با سرعت ثابت به نقطه دو منتقل بکنم درست مثل این پرانتز باید یک نیروی دقیقا برابر با اف ای بهش وارد بکنم بکشمش و فقط اول قضیه یه خورده یه نیروی کوچولیس بدم سرعت اولیه بگیره و بعد اون نیرو رو قطع بکنم و اون وقت این بار با سرعت ثابت میره به سمت نقطه دو خب بنابراین نیرویی که من باید به سرعت ثابت وارد بکنم در حقیقت همین F هست که برابر F -E. و با هم دیدیم که کاری که من باید انجام بدم برابر بود با F ضرب داخلیش با جابجایی که مساوی میشد با F ضرب داره D ضرب داره ببخشید اندازه F ضرب داره اندازه D ضرب داره کسینوس آلفا که آلفا زاویه بین جابجایی و نیرویی که ما وارد میکنیم که اینجا میبینید صفر درجه است یعنی جابجایی همون جهتیه که ما نیرو وارد میکنیم بنابراین این مساوی میشه با اف ای -E. یعنی ای e میدان ضرب در کیو این میشه اف ای -E. درسته ضرب در داره... البته این در حقیقت اندازه است دیگه ضرب در جابجایی ضرب در صفر درجه که میشه یک و خب میتونیم راحت حساب بکنیم این میشه 5 نیوتن بر کولن ضرب داره دو کولن ضرب داره یک متر که مساوی میشه با 10 نیوتن متر یا همون 10 ژول و با هم دیدیم که این کاری که لازم من تا بار را از نقطه یک ببرم به نقطه دو تماما به صورت انرژی پتانسیل الکتریکی در جسم ذخیره میشه یعنی من میتونم بگم که انرژی پتانسیل نقطه 2 پتانسیل الکتریکی بار در نقطه 2 10 ژول بیشتر از انرژی پتانسیل الکتریکی بار در نقطه 1 یعنی میتونم بگم u 2 منهای u 1 انرژی پتانسیل الکتریکی رو با یونشون میدیم که من میگم این هست دلتا u 2 1 مساوی هست با همون دبلیو مساوی هست با 10 ژول خب حالا شما یک چیزی رو به من بگید من اگر به جای یک بار دو کولنی اینجا یک بار مثلا ده کولنی میذاشتم در تمام این معادلات چه تغییری حاصل میشد فقط اینجا به جای دو باید در ده ضرب میکردم یعنی به عبارتی کاری که باید انجام میدادم در نهایت میشد پنجاه جول درسته؟ اگه بیست میذاشتم میشد صد جول یعنی کار رابطه مستقیم داره با اندازه بار کاری که من باید انجام بدم و در حقیقت انرژی پتانسیل الکتریکی رابطه مستقیم داره با اندازه بار بنابراین من میتونم بیام یک معیار واحدی تعریف بکنم و بگم که بیایید حساب بکنیم که اگر ما یک کولن بار رو بخوایم در یک فاصله ای جا جابجا بکنیم چقدر باید کار انجام بدیم بیاید الان همینجا حساب بکنیم اگر من بخوام یک کولن بار رو جابجا جا بکنم کاری که باید انجام بدم میشه 5 نیوتن بر کولن ضرب در یک کولن بار ضرب در یک متر کسینوس آلفا هم که یکه میشه 5 ژول درسته بنابراین برای جابجایی یک کولن بار من باید 5 ژول کار انجام بدم از این به بعد میتونم بگم که اگر مثلا بخوام 20 کولن جابجا جا بکنم جا با باید 20 برابر این چون برای یک کولن این بود اگر 10 کولن باید 10 برابر اون کار انجام بدم و به همین دلیل ما میایم یک مفهوم تازه تعریف میکنیم ما میایم میگیم که این دلتا یوی دو یک رو اگر شما بیاید و تقسیم بکنید به اندازه بار به کیوی که جابجا جا کردید در حقیقت مثل اینه که این اندازه بار یک باشه دیگه این چون اگه یک باشه این دقیقا میشه دلتا یو دو و یک و اگه مثلا دو باشه دلتا یو دو یک میشه ده ده من تقسیم بر دو بکنم این باز میشه پنج یک معیاری به دست میاد که من اسمش رو میذارم دلتا وی دو یک و بهش میگم اختلاف پتانسیل الکتریکی نقطه دو با یک یو انرژی پتانسیل بود وی پتانسیل الکتریکی تعریفش میکنم که در حقیقت تعریف دقیقش میشه انرژی پتانسیل الکتریکی اختلاف انرژی پتانسیل الکتریکی برای جابجایی واحد بار مثبت درسته و دلتا وی دو یک واحدش میشه چی؟ واحد این بالا که بود جول واحد بار هم از کولن میشه جول بر کولن و بنابراین نتیجه میگیریم از این مثالی که اینجا حل کردیم که پتانسیل الکتریکی نقطه دو پنج جول بر کولن یعنی وی دو منهای وی یک مساوی میشه با پنج جول برکولن. یعنی وی دو پنج جول بر کولن از وی یک بیشتره و از این نتیجه میگیریم که در عکس جهت میدان الکتریکی پتانسیل الکتریکی زیاد میشه علتش هم اینه که ما برای حرکت بار مثبت در عکس جهت میدان باید کار بکنیم و همینطور داریم اون پتانسیلی که درون بار هست رو زیاد میکنیم و حالا یک نکته خیلی راحت اینه که این جول بر کولن یک اسم داره که اسمیه که حتما همتون خیلی شنیدید ولت و با وی نشونش میدیم شما باتری مثلا شنیدید میگن ده ولته این دقیقا یعنی همون جول بر کوله خب حالا بذارید من اول یک مثال خیلی ساده از مفهوم اختلاف پتانسیل الکتریکی و باتری حل بکنم ببینید وقتی که ما میگیم مثلا یک باتری هست دوازده ولت یعنی اختلاف پتانسیل دو سر باتری مثلا فرض کنید این باتری منه یعنی اختلاف پتانسیل سر مثبتش با سر منفیش هست دوازده ولت دیگه مهم نیست که این صفر این 12 یا این منفی 6 این شیشه مهم اینه که اختلاف اینها 12 ولت حالا فرض کنید سوال از ما میپرسه که مثلا ما یک بار دو کولنی داریم و میخوایم ببینیم برای جابجایی این بار دو کولنی از سر مثبت به سر منفی باتری چقدر باید کار انجام بدیم یعنی یک و دو میخوایم بار رو از نقطه یک ببریم به نقطه دو و میخوایم کار انجام شده روی بار رو به دست بیاریم خیلی هم مستقیم میبریمش خب خیلی راحت W مساوی میشه با چی؟ شما بگید خب اینجا ما باید یه ذره دقیق تر فکر کنیم چون اطلاعاتی که مسئله به ما داده این دلتا هست یعنی ما میدونیم این دلتا وی دو یک هست چند بنابراین چیزی که ما از این به دست میاریم این قسمت هست یعنی من میدونم که دلتا یو دو یک که برابر با دبل یو هست در حقیقت من میدونم دلتا یو دو یک تقسیم برای کیو چنده میدونم این هست منفی دوازده ولت درسته چون دو سر منفیه دلتا یو دو یک یعنی دلتا یو دو منهای دلتا یو یک بنابراین این هست منفی دوازده ولت خب و از این من نتیجه میگیرم که دلتا یو دو یک هست منفی دوازده ولت ضرب در کیو یعنی باری که اونجا دارم که این هست دو کولن یعنی این مساوی میشه با منفی 24 چهار ژول بر کولن یعنی ولت ضرب داره کولن یعنی ژول میشه منفی 24 ژول بنابراین کاری که من باید انجام بدم برای جابجایی یک بار دو کولنی از سر یک به سر دو منفی 24 ژوله درسته در حقیقت کار ما منفیه این دلتا یو دو یک وقتی منفیه یعنی چی یعنی اینکه که پوتان... انرژی پتانسیل الکتریکی بار دو کولنی ما در نقطه دو کمتر هست از نقطه یک درسته؟ خب پس, خب پس دیدیم که وقتی اختلاف پتانسیل الکتریکی یعنی دلتا وی رو به ما بدن ما خیلی راحت با ضرب اون در بار میتونیم دلتا یو یا همون کار لازم برای جابجایی بار بین اون دو اختلاف پتانسیل رو به دست بیاریم خب فکر میکنم که برای امروز کافیه تنها چیزی که از امروز خیلی خوب باید یادتون باشه اینه که وقتی شما میخواید اختلاف پتانسیل الکتریکی بین دو نقطه رو حساب بکنید میاید میبینید که برای جابجایی یک بار یا واحد بار مثبت از نقطه یک به نقطه دو چقدر باید کار انجام بدیم که اون میشه همون اختلاف انرژی پتانسیل الکتریکی بین دو نقطه و بعد اونو به بارتون تقسیم میکنید که اگر این یک باشه دیگه نیازی به تقسیم هم نیست و واحد اختلاف پتانسیل الکتریکی ولت و در خلاف جهت میدان پتانسیل الکتریکی زیاد میشه چون در خلاف جهت میدان ما باید کار مثبت انجام بدیم برای جابجایی بار مثبت خب خیلی هم خوب در کلاس درس بعدی میبینمتون خدافظ